به برنامه زیبای درون خوش آمدید. این برنامه چهارشنبه شبها از ساعت 7:30 و یک شنبه شبها از ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. برنامه متنوع متفاوت راجع به هیپنوتیزم و استفاده از نیروهای ماورا طبیعه برای زندگی بهتر. با امید دیدار. با سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حال همگی شما عزیزان هر کجای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امیدوارم دلتون شاد، قلبتون پر از محبت و لبتون پر از خنده باشه. با تشکر از تمام مسیج های زیبایی که بر من فرستادین، برنامه امشب رو با نام خدا آغاز میکنیم. فردا شب تنکسگیوینگه و جای اون میدونم که تنکسگیوینگ رو یا روز شکرگزاری رو به تمامی بینندگان عزیز تبریک و تهنیت بگم. امیدوارم که در کنار عزیزانتون با خوبی، خوشی، سلامتی روز خیلی خوبی رو داشته باشید. به علت تنکسگیوینگ دوست دارم یه چند تا نکته برای شکرگزاری بگم که میتونه به ما انسانها کمک کنه و بعد از اون هم میریم و اون نومرولوژی که بهتون قول داده بودم براتون انجام میدم. خواهش میکنم یه قلم و کاغذ داشته باشین پیش خودتون و این سول نامبری که براتون میگم یا عدد سرنوشت خیلی مهمه. دوست دارم که همیشه یادتون بمونه که عدد سرنوشت شما چه عددیه. خیلی مهمه عزیزان. خب بریم ببینیم، اینقدر که میگن شکرگزاری و روز شکرگزاری و تنکسگیوینگ و حالا بریم و دوره هم جمع بشیم و بوغلمویی بخوریم و اینا، برای چیه؟ واسه چیه؟ علتش چیه؟ و چیکار میتونیم بکنیم که زندگی بهتری داشته باشیم؟ اولا اینکه به آخرهای سال نزدیک میشیم و یواش یواش باید یه خونه تکونی ذهنی کنیم و تمام بدیها رو از وجودمون در بیاریم، تمام این زهرایی که توی روحمون مونده در بیاریم، ببخشیم و اونایی که اذیتمون کردن و forgive and forget، ببخشیم. حالا خیلی به من میگن که خیلی سخته که ببخشیم، اونا اصلا مستحق بخشش نیستن، ولی من میگم عزیزان درسته، میفهمم که چی میگین. آره شاید خیلیا که شما رو اذیت کردن، اشکتون رو در آوردن، اذیتتون کردن، اصلا مستحق بخشش نباشن، ولی ما اون موقع شفای زندگی رو داریم، اون موقع واقعا خوشحال 100%ایم که ببخشیم. برای اینکه به خاطر وجود اونها بوده که شما درس‌های زندگیتون رو یاد گرفتین. پس اگر جای من هستین، وقتش که بشه حتی یه دسته گلم براشون بفرستین، برای اینکه اونا هستن که در سرویس ما هستن و اونا هستن که به ما درس‌های زندگیمون رو یاد میدن که به رشد معنوی خودمون برسیم. پس خونه تکونی ذهنی یادمون نره در این آخر سال. خب شکرگزار باشیم، از خداوند متعال شکر کنیم، متشکر باشیم، grateful باشیم به خاطر چیزهایی که داده، به خاطر چیزهایی که نداده، به خاطر چیزهایی که قول داده بده ولی هنوز نداده، به خاطر چیزهایی که ازمون گرفته، برای اینکه یه زمان محدودی اونها رو داشتیم و میتونست اصلا نده. پس شکر کنیم در هر موقعیتی که هستیم، در هر جایی که هستیم، در هر مکانی که هستیم. خوبیای شکرگزاری رو براتون بگم. اولا اگر درد عضلات دارین خیلی به شما کمک میکنه وقتی که شکرگزار باشین. اگر از منین یه قلم و کاغذ بیارین هر روز، یه حدود 5 دقیقه 10 دقیقه فقط چیزهای خوبی که دارین رو بنویسین، چه چیزهای اسپریچوالی، چه چیزهای بدنی، چه چیزهایی که حالا مثلا مادیاته، حتی میتونین
از دو تا چشمی که خداوند بهتون داده قدردان باشین، تشکر کنین. دو تا پایی که داده میتونین تشکر کنین، یه تن سالمی که بهتون داده تشکر کنین، و همینطور برین جلوتر و جلوتر. از چیزهای کوچیک شروع کنین، برای بچه هاتون، برای زندگیتون، برای شغلتون، برای هدفاتون، برای امیدتون، برای هر چیزی که دارین توی این دنیا فقط قدردان باشیم. برای اینکه وقتی قدردان هستیم مثل یه مگنت، ببینید لاز آف اترکشن، قانون جذب، چطوری ما میتونیم چیزهای خوب رو جذب کنیم. وقتی که چیز خوب رو از خدا شکر میکنیم، شکرگزار هستیم برای نعمتهایی که خدا بهمون داده، چیزهای خوب میاد طرفمون، چیزهای بد رو اصلا ignore it، اصلا نگاه نکنین، اصلا بذارین کنار، ولی چیزهای خوب و بزرگ و بزرگتر کنین و 21 روز به خودتون وقت بدین. اون وقت به من بگین آیا میتونین این اکسرسایز رو بکنین و بهتر باشین. اگر یه موقع دیدین که خدایی نکرده دیگه اون هوش و حواس و اون پاور، قدرت رو ندارین که این کار بکنین، البته میتونین همیشه کمک بگیرین. ولی ببینین، با یه چند ترفند ساده که بهتون میدم، من زندگی ها رو دیدم که عوض شده. پس مثبت باشیم، قدردان باشیم، چون که این عضلاتی که درد میان، حالا به علتهای مختلف، یا سایکوسوماتیک یا کهولت سن یا هر چیزی که میتونه باشه، ما میتونیم دردهای فیزیکی بدنمون رو کم کنیم اگه شکرگزار باشیم. سلف استیم ما بالا میره، یعنی اون اتکا به نفسمون بالا میره، یعنی اون سلف استیم، اتکا به نفس، از خودمون خوشمون میاد، خودمون رو دوست داریم وقتی که به یه نفر کمک میکنیم و قدردان هستیم. اکسپکتیشن نداشته باشیم، یعنی از کسی انتظار نداشته باشیم. تو این بازار مکاره که الان هممون داریم مثل مسلسل درسای خودمون رو میگیریم، آیا جایزه که از بقیه اطرافیان و دوستان و فامیل انتظار داشته باشیم؟ نه، برای اینکه نمیدونیم تو خونه اونا چی میگذره، نمیدونیم که اونا دارن چه جوری سافر میکنن. پس اکسپکتیشن هامون رو کم کنیم، انتظاراتمون رو کم کنیم و دوست داشته باشیم خودمون رو. سلف استیممون بالا میره، اتکا به نفس، اعتماد به نفسمون بالا میره. یکی دیگه از کارهایی که اگه شکرگزار باشیم بهمون میتونه خیلی کمک کنه، خواب شبمونه که عمیق‌تر میشه، طولانی‌تر میشه و دیگه مشکل بیخوابی رو ندارین. کسانی که به من مراجعه میکنن برای بیخوابی، همیشه بهشون میگم چند تا صفحه قبل از اینکه میخواین بخوابین، هر شب فقط چیزهایی که دوست دارین و دارین و میخواین از خداوند تشکر کنین بنویسین، و همین این میتونم بگم 30-40% قضایا رو حل میکنه. پس عزیزان، خوابمونم بهتر میشه. اگه شکرگزار باشیم، یکی دیگه از چیزهایی که بهمون کمک میکنه که تو روابطمون بهتر میشیم. روابط، حالا هر چی که میخواد باشه، روابط با همسر، روابط با بچه هامون، روابط با پدر مادرامون، روابط با فامیل و دوستامون، همشون بهتر میشه. فشارهای روحی روانیمون کمتر میشه اگه شکرگزار باشیم و اگه به خداوند هر روز، حالا هر کسی هر جایی که میخواد این شکرگزاری رو بکنه. بعضیا دوست دارن برن مسجد و کلیسا و کنیسا، بعضیا تو خونه دوست دارن با خدای خودشون حرف بزنن، صحبت کنن، بعضیا دوست دارن بنویسن. شما هر جوری که دوست دارین،
هر جوری که خودتون صلاح میدونین این شکرگزاری رو انجام بدین. با اجازتون میریم سراغ نومرولوژی. من یکی یکی اسما رو میخونم، بعد این نمره هاشونم میگم عزیزان، و بعد یه مقدار راجع به این خصوصیات این اشخاص حرف میزنم، پشت سر هم نمیگم. فکر میکنم بهتر باشه، بهتر میتونین بفهمین. ببینین عزیزان، برای کسانی که تازه به برنامه ما گرویدن، باید بگم که توی نومرولوژی، توی تاریخ تولد هر انسانی، یه کدهایی وجود داره که به ما میگه که ما برای چی به این دنیا اومدیم، هدفمون چی بوده، خواص مثبتمون چیه، خواص منفیمون چیه، رو چه چیزهایی باید کار کنیم، چه چیزهایی رو باید رها کنیم، چه چیزهایی رو باید ازش استفاده کنیم. پس وقتی که مثلا من میگم آقای سعید از ولی با تاریخ تولد اپریل 21st 1938، یعنی 1938، 21 اپریل، شمارهشون 28ه. دو تا شماره بهتون میگم. 28 زمانیه که ایشون زندگیشون یه تغییر و تحول هنگفتی شده. حالا این تغییر و تحول زندگی رو عوض میکنه. حالا ممکنه گراجویشن باشه، فارغ التحصیلی باشه، ممکنه پدر شدن ایشون باشه، ممکنه مهاجرت ایشون باشه، ممکنه خدای نکرده از دست دادن یه شخصی یا شیی باشه که زندگی ایشون از اون موقع عوض شده. خلاصه یک تاریخ خیلی مهمیه. اشخاصی که پیش من میان، مثلا وقتی که نومرولوژی براشون میکنم، وقتی که یه شماره رو میگم، خیلی هاشون خب میدونن، قشنگ فوری میگن آره این اتفاق افتاده. بعضیا نمیدونن، یادشون میره، میرن خونه مثلا زنگ میزنن، یا دفعه بعد که تشریف میارن به من میگن، میگن آره همچون چیزی اتفاق افتاده. چون خیلی از موقعها ما یادمون میره که چه اتفاقات مهمی در چه سالی توی زندگی ما رخ داده. خب 28 این زمانه، 1 8 و 2 رو ما اضافه میکنیم میشه 1، اون 0 رو نادید بگیرین. 1 عدد سرنوشت ایشون 1ه. 1 حالا چه خصوصیاتی داره؟ دلیرن، با جرأتن، شجاعن، ریسک برمیدارن تو زندگی، فرمان روان، رئیسن، پیشروان. این چیزای خوبیه که اومدن تو این زندگی یاد بگیرن، اومدن که لیدر بشن، اومدن که رئیس باشن. چی کارها باید بکنن همچون اشخاصی؟ وقتی شماره 1 دارن، یه خورده غرورشون رو بذارن پایین، یه خورده به دیگران احترام بذارن، یا اینکه حس همکاری رو باید توشون به وجود بیارن. خب پس آقای سعید از ولی 28-1، خانم امیلیا 28-1، خانم شهلا از ولی 28-1. پس این سه عزیز همین خصوصیات رو دارن که آقای سعید از ولی داشتن. خب حالا بریم سراغ نفرات بعدی با شماره 2. خانم فرناز از اورنج کانتی، خانم مستی از سندیگو. شماره ایشون این دوتا هست 29-11. 29-11 وقتی که میگم، از ارتعاش بالاتر از 1 برخوردارن، یعنی 2-1 دارن اینا، یعنی دو برابر لیدرن، دو برابر رئیسن، دو برابر غرورشون زیادتره. و وقتی که 2 اینا عدد سرنوشت دارن، چون 2 11 و بعد 2 2
اینا خودشون انتخاب کردن که دو تا عدد سرنوشت داشته باشن، یعنی دو تا میخوان که درس زندگی داشته باشن. پس درس زندگی این اشخاص دو تاست. حالا خانم فرناز و خانم مستی خیلی دوست داشتنیان، خیلی صبورن، خیلی با نزاکتن، حس ششم خیلی قوی دارن و سنشوالن. چیزی که باید یاد بگیرن توی این زندگی اینه که باید یاد بگیرن که چطوری زودتر تصمیمای زندگیشون رو بگیرن. این اشخاص همیشه سخت براشون تصمیم گیری. حالا این چیزها رو براتون گفتم. حالا چیزی که باید بگم 11 2 تا 1، اون چیزایی که برای شماره 1 گفتم که گفتم دلیرن، با جرأتن، پیشروان، رئیسن، شامل حال این اشخاص هم میشه. حالا بریم سراغ عدد 3. دو نفر شماره 3 دارن، خانم ژیلبرت از لس آنجلس، خانم مینو گلشن از فینیکس. شماره ایشون هست، دو تا ایشون هست 33. یعنی چی؟ یعنی 30 سالگی زندگیشون عوض شده، راه زندگیشون عوض شده، هر 3 سال یک بار زندگیشون برای کارما عوض میشه، یعنی درسای زندگیشون رو هر 3 سال یاد میگیرن. حالا 3 ها چی هن؟ چه خصوصیاتی دارن و چه چیزایی رو باید روش کار کنن؟ سه ها خیلی از قوه خیلی تخیلی خیلی زیادی برخوردارن. خیلی آدمایی هستن که برای هیپنوتیزم خیلی کاندیداهای خوبی هستن. برای اینکه مثلا اگه بهشون بگین چشاتو ببند، ایمجین کن، تصویر سازی کن که مثلا یه پلنگ صورتی داره راه میره، قشنگ اینا میتونن توی ذهنشون این پرنگ صورتی رو به راحتی بیارن. خیلی میزبانای خوبین، خیلی مثبتن، استعدادهای خارق العاده دارن، خیلی چارمینگن. دیدین نور خورشید هم گرما میده هم نور میده؟ این اشخاص شماره 3 اونطورین. چیزی که باید روش کار کنن اینه که یه ذره باید روی حسادتشون کار کنن، یه ذره هم زیادی حرف میزنن، باید رو اونم یه ذره کار کنن. یه ذره هم مثلا فلرتیشسن، فلرت میکنن با آدمای که دور و برشونه. میریم سراغ شماره 4 که آقای بهراد از گلندل و خانم نازل. با خانم نازل با تولدشون هست جنوری 23 1951، آقای بهراد هم از گلندل هستن November 24, 1985. آقای بهراد شماره عدد سرنوشتشون 31 4، 31 سالگی دوچار تغییر و تحول شده زندگیشون، هر 4 سال یک بار کارماهای خودشون رو میگیرن. 4 یعنی چی؟ 4 یعنی کسانی که خیلی خاکی هستن، خیلی زحمت کشن، قلبای خوبی دارن، صرفه‌جوان. روشون میتونین حساب کنین، با نزاکتن، آنستن، با انصافن، سخت کارن. بعد از مرگ همچون اشخاصی اسمشون توی دنیا هست، مثلا مثل اوپرا وینفری شماره 4 رو داره. ببینین شماره 4 اینجاه، چاکرای قلبه، اومدن که بین روحانیت که بالا هست و مادیات که پایینه یه بالانسی رو ایجاد کنن. از کارهایی که باید شماره 4 یا یاد بگیرن اینه که باید لذت بردن از زندگی رو بیارن تو زندگیشون، باید یکم لجوج نباشن، باید انعطاف پذیر باشن.
باید روی هلت خودشونم یکم بیشتر اهمیت بدن. خب خانم نازل 22-4 هستن، 22 کسانی که 22 هستن، دوباره 2 تا 2ه، یعنی 2 تشدید شده، 2 بار تکرار شده. ایشون هم 2 تا زندگی دارن، 22 و 4. 22 خودش یک عدده، 22 کسایی که دارن 2 تکرار شده. یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که برای شماره 2 گفتم که آماده همکاریان، دوست داشتنیان، صبورن و تو زندگیشون راحت‌تر یاد بگیرن که تصمیماتشون رو بگیرن، سیاست مدارن، اینا رو تشدید شده و یک از یک ارتعاش بالایی. کسانی که عدد سرنوشتشون 2 بار تکرار میشه، مثل 11 22 33، اینا از یک ارتعاش بالاتری برخوردارن. آقای المناک از الی، خانم سیلویا از گلندل، هر دوی اینا شمارشون 5ه. آقای المناک 32-5ه، خانم سیلویا 23-5ه. حالا خانم سارا هندیزاده 32-5. حالا ببینیم که اینا چیان. اولا که اینایی که شماره 5 دارن، خیلی آزادی براشون مهمه، کسی نمیتونه اینا رو محدود کنه. 5 شماره تغییر و تحوله، اینا تو زندگیشون خیلی تغییر و تحول داشتن یا دارن. با بچه بچه میشن، با بزرگ بزرگ میشن، با پیر پیر میشن، قشنگ بلدن، زبون هر کسی رو بلدن صحبت کنن، خیلی کنجکاون، خیلی سازگارن، خیلی بذله‌گون، معلم های خیلی خوبین، فروشنده های خیلی خوبین. چیزی که باید مواظب باشن این شماره 5 ها، به علت اینکه خیلی زندگی اینا دچار تغییر و تحوله، اینا میان خودشون خوشنود کنن، یا با مواد مخدر، یا با سکس، یا با الکل، یا با غذا، برای اینکه اینا میخوان خودشون رو آروم کنن، برای اینکه اینقدر تغییر و تحول دارن تو زندگی که میخوان اینا خودشون رو خوشنود کنن. خب بریم سراغ شماره 6 که 1 نفر داریم، هما، خانم هما از لس آنجلس. شماره ایشون 24-6 هست، 24 سالگی زندگیشون عوض شده، هر 6 سال یک بار برای کارما، برای درس های زندگی، هر 6 سال یک بار زندگیشون عوض میشه. کسانی که شماره 6 دارن خیلی مسئولن، خیلی فامیلی گاین، حالا چه زن باشن چه مرد، پدرهای خیلی خوبین، مادرهای خیلی خوبین، خیلی مسئولیت پذیرن، بهترین مادرها، بهترین پدرها، ولی باید مواظب باشن که فدایی نشن، دورمت نشن. کسی مثلا بچه های این اشخاص با پا از روی اینا راه نرن. چیزایی که باید روش کار کنن اینه که خیلی کنترلگرا هستن، هی قضا میدن به آدم ها، اینا دوست دارن قضا بدن هی به آدم ها. بعد حواسشون جمع باشه که خیلی مثلا نگن کجا بودی چیکار کردی به بچهشون مثلا، چون اینا بچه ها رو اینطوری از دست میدن. شماره 6 ها صداهای قشنگی هم دارن، قشنگ میخونن، قشنگ حرف میزنن و مسئولن، عادلن، غمخوارن، دلسوزن. بله، حالا 3 نفر داریم که شماره 7 رو دارن. خانم نازی از لس آنجلس، 11-11-1947، شماره سرنوشتشون هست 25-7. خانم دیانا از لس آنجلس، شمارهشون هست 34-7. خانم شکوه از لس آنجلس 25-7. خب حالا ببینیم شماره 7 چه خصوصیاتی دارن. خیلی زحمت کشن، خیلی کار میکنن، خیلی پشت کار دارن، خیلی دوست دارن برن هی به معلوماتشون اضافه کنن، درونگرا هستن، خیلی سمارتن، خیلی باهوشن. اومدن تو این دنیا
که قسمت چپ و راست مغزشون اینا بالانس بشه، انقدر که اینا فقط با قسمت چپ مغزشون کار میکنن، فقط دلیل و برهان میخوان، تنهایی رو دوست دارن این اشخاص. و چیزی که باید بازم روشون کار کنن اینه که با کنایه حرف نزنن، با ریشخند صحبت نکنن، با عشق حرف بزنن. رو صحبت کردنشون باید یکم کار کنن این اشخاص. حالا میریم سراغ شماره 8. خانم اوزنی از بربنک، آقای علی از آریزونا. خانم اوزنی 35-8، آقای علی 26-8. هشتی ها خیلی خوبن. چرا؟ اولا که قاضی های خیلی خوبی هن. خیلی با استعدادن. هشت شماره پوله، شماره قدرته، یعنی اینها لاک پول و لاک قدرت رو دارن. چیزی که باید روش کار کنن اینه که اینقدر که اینا با قدرتن، گاهی اوقات ضعیف کشی نکنن، زیر دستاشون هم نگاه کنن، از این پاورشون، از این قدرتشون برای کمک به دیگران استفاده کنن، نه اینکه کسای دیگر رو لگت بزنن. این چیزی که باید روش کار کنن. خیلی فرماندن اومدن تو این دنیا که بین سپریچوالیتی و مادیات، روحانیت و مادیات یه بلنسی رو ایجاد کنن. و حالا میریم سراغ شماره 9 که چند نفر شماره 9 بودن. یکی این که سارا، خانم سارا از لس آنجلس 36-9، خانم ماری از اورنج کانتی 27-9، خانم طاهره از پاسادینا 27-9، خانم نسترن از تورنتو 36-9، آقای شاهرخ از الی 27-9. نه شماره اینه که خیلی کمک میکنن، خیلی رفیقن، خیلی شفیقن، خیلی دلسوزن، خیلی آماده کمکن. بیشتر نرس ها و دکترهای جامعه ما شماره 9 دارن. Let go, let God. یعنی موتو اینا اینه که خدا میده یه جوری، به یه نحوی. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. بالاخره یه جوری خدا به اینها میرسونه. خیلی رومانتیکن، خیلی اشرافیان. چیزی که باید مواظب باشن اینه که خیلی غرور دارن، میتونن خودشیفته باشن، تو تنهایی کاراشونو میکنن، یعنی بیشتر اوقات زندگیشون اینها تنها هن، برای اینکه بیشتر سرویس بدن به آدمهای دیگه. همه چیزو براتون گفتم. خلاقن، آماده همکاریان، مهربونن. و اگر عزیزان من، این عزیزانی که زنگ زدن اینجا، بینندگانی که اینجا زنگ زدن، تمام نومرولوژیشون رو براشون کردم. کسانی که به من تلفن زدن عدهشون خیلی خیلی زیاد بود. کسانی که به تلفن شخصی خودم زنگ زدن، خواهش میکنم من معذرت میخوام از اون اشخاصی که به خود من زنگ زدن، چون عده خیلی زیاده، واقعا نمیرسم. پس اجازه بدین که محدود کنیم این نومرولوژی رو فقط برای اشخاصی که توی برنامه زیبای درون چهارشنبه شبها زنگ میزنن و یه اوقات مخصوصی رو مثلا تنکسگیوینگ، مثل سال نو، مثل عید، مثل کریسمس، این موقع ها من معمولا برای شما عزیزان نومرولوژی میکنم. منم به نحوه خودم از همه عزیزانی که این چند ساله منو حمایت کردن خیلی خیلی تشکر میکنم. برای کسانی که معلمای خوبی بودن، زخمی زدن، ازشون باز هم تشکر میکنم، سپاسگزارم. برای اینکه از جایی که هستم خوشحالم. به نوبه خودم از آقای
امیر میرچی، آقای مهندس امیر میرچی، مدیر شبکه سراسری تلویزیون تصویر ایران، و آقای اندرو کارگردان، خیلی خیلی سپاسگزارم برای تمام زحماتتون، برای اینکه این چند سال همه شما عزیزان منو قابل دونستین، پیش من اومدین. خیلی خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم. برای عزیزانی که میخوان هیپنوتیزم رو تجربه کنن، متافیزیک رو تجربه کنن و ریکی رو، منم به نوبه خودم برای آخر سال تا آخر سال 30% تخفیف گذاشتم برای اشخاصی که قبلا نمیتونستن، قادر نبودن که این مبلغ رو بپردازن. تا هفته آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. آیا میخواین تغییری تو زندگیتون به وجود بیارین؟ آیا به بن‌بست رسیدین؟ امیدتون رو از دست دادین؟ اخلا با خودتون قهر نکنین. با طریقه هیپنوتیزم، با استفاده از متافیزیکس، من میتونم زندگی شما رو عوض کنم. امتحان کردنش با خودتونه. تغییر زندگیتون با من. حدوداً 8 جلسه در 2 مطب تارزانا و لس آنجلس میزبان شما عزیزان خواهم بود. مشاوره تلفنی در اقصی نقاط دنیا با تعیین وقت قبلی. شاید کلید قفل زنگ خورده دلتون با دستای من باز بشه. کنترل وزن، ترک اعتیاد، اعتماد به نفس، مشکلات کودکان و نوجوانان، مشکلات بین زوجین، افسردگی، دلهوره و نگرانی، انتخاب یک شغل خوب و خیلی خیلی چیزهای دیگه. با امید دیدار.